آموزش. سلام درخواه کامپیوتر. سلام. و علیکم سلام کامپیوتر. در دین مبین اسلام آموختن علم بر مرد و زن فرض است. فکر میکنم برنامه راجع به آموختن است. به فکرت برکت، بالکل درست فکر کردی. کامپیوتر هستی دیگه. اگر چنین است شنونده ها را در انتظار نگذار، کمی از بخش برنامه را روشن کن. 4 سال میشه کورس ایجاد کردیم و نه تنها در زبان انگلیسی، در بخش علوم ساینسی از هر دو طبقه استاد گرفته، یعنی هم استاد بخش اونهاست به اونهاست تدریس میکنه و ذکور و بخش ذکور. من راجع به کوچکترین استاد جهان معلومات جستجو میکنم. گپ خوب است. در بخش دوم گفتهای این شخص را داریم. حال مده یک ماک تخمین بر شما بزنم. دو دانه دختره که ما مرای همکاری میکنند در دختن در یک ماه تقریبا 7-8 یخن میدوزم. راجع به مدل و در راه لباس افغانی معلومات پیدا میکنم. درست است. و در آخر قصه شخصی را داریم که با خرید و فروش بدی زندگیش را به پیش میبره. مهارت هنری است که همیشه همراه انسان میباشه و در وقت ضرورت از او استفاده میکنه. بیشتر مردم وقتی به مشکلات اقتصادی روبرو میشن ناامید نشده و بلکه برای رفع مشکلاتشان راه حل جستجو میکنن. به همین خاطر بعضیا به کمک علم و بعضیا به کمک مهارت زندگی خود را تغییر دادن و سطح اقتصاد خود را بلند بردن. همکارم حسام الدین همدرد با همچون یک شخصی صحبت کرد که با هم میشنویم. شنونده عزیز، ما در یک از قسمت‌های شهر کابل در کورس آمده ایم. ابتدا از اینا می‌خوایم که اینا خود برای ما معرفی بکنن و چه مدت زمان میشه که اینا کورس ایجاد کردن. دکتر قیس هستم، محمدی تخلص میکنم و تقریبا از سال 1398 به این سو تدریس میکنم. انگیزه ایجاد این کورس بگوین که چی بود علتش که شما کورس ایجاد کردین؟ مهاجر بودیم، به خارج از کشور رفته بودیم و زبان انگلیسی را در اونجا یاد گرفتیم. دوباره که افغانستان آمدیم، باز در افغانستان ما فنون و مهارت‌های استادی را در افغانستان مختیم، بعدن آغاز کردیم و تدریس کردن. چقدر وقت میشه شما این کورس ایجاد کردیم؟ 4 سال میشه کورس ایجاد کردیم و نه تنها در زبان انگلیسی، در بخش علوم ساینسی از هر دو طبقه استاد گرفتیم، یعنی هم استاد بخش اونهاست به اونهاست تدریس میکنه و ذکور و بخش ذکور. یکی از نظریه‌ای که من کورس ایجاد کردم موضوع اقتصاد ما بود. بشه قصه بکنین که چی مشکلات اقتصادی رو داشتید؟ در بخش زبان فارسی مشکل داشتیم زمانی که پس دوباره افغانستان آمدیم و این اساس مجبور شدیم درس بخونیم، مکتب ما رو ادامه بدیم و این اساس مجبور شدیم. بخش زبان دری ما یکم مشکل داشت. در بخش نوشتنش خود در کل هیچ نوشتن نمیدانستم. فیس کورس ما بود، 3 برادر دارم، فیسای مکتب اونا بود، مصارف روزانه ما بود، خرج مصرف خانه بود. این مشکلات اقتصادی را داشتیم. وقتی مشکلات اقتصادی داشتین چطور شما تونستین که این کورس را ایجاد بکنین؟ مشکلات اقتصادی داشتیم، پدرم نمیتونست ما را حمایت کنم. ما در کورس تدریس میکردم، متاسفانه پولی که از اونجا میگرفتم نمیشد که مثلا ما بازی به پدرم باشم. مشکلات اقتصادی که دامنگیر ما بود مرا واقعا روز به روز به تشویش میساخت. از یک آقایم پول جداگانه گرفتم، خوشبختانه تانستم چون ما در مدت 3 ماه قرضهایمون خلاص کنم و باید خانواده هم با پدر خود باشم. حالا به دلیل ازی که این کورس شما خوب پیش بره و آید برای شما خوب بدست به شما چی کردیم؟ معلوم دار از زمانی که یک نهاد یک آموزشی را ایجاد نکنیم باید تبلیغات نیاز داره. تبلیغات ما را در کل تبلیغات میکردیم، انجام میدادیم، کار و برنامه های بسیار زیاد را در زیر دست داشتیم که یکی از آنها ایجاد تدریس آنلاین، یعنی کسایی که حضور ندارن خارج از مرز افغانستان هستن یا کسایی که نمیتونن بیاین حضوری، یک چیز ایجاد کردن که در بخش اقتصادی یک کمک بسیار خوبه به ما انجام داد. چرا آنلاین و چگونه آنلاین شروع کردید؟ اولین موضوعی که یعنی فکر مرا به طرف صنوف آنلاین یعنی غیر فیزیکی تا ما بتونم صنوف آنلاین ایجاد کنم، اولین مشکل ما ویروس کرونا که متاسفانه با زمانی که ویروس اومد در افغانستان وای ویروس باعث شد که تمام مردم قرنطین شون. اولین موضوعی که ما خواستم صنوف آنلاین ایجاد کنم این موضوع قرنطین بود، چون شاگردان نمیتونستن به نهاد بیان، نهادها تمامشون بسته شده بود از طرف دولت. من خواستم یک کار کنم با مردم، هم بتونم با اقتصاد خود کمک کنم و هم بتونم با مردم خود کمک کنم و کسایی که پیش ما شاگردایی که پیش ما بودن اونا درسون پس نبرن و ایرا ایجاد کردم و همچنان یک منبع عایداتی اقتصادی به خودم باشه. به اساس من صنوف آنلاین ایجاد کردم. تدریس آنلاین مصارف را هم داره.
و چقدر شما مصرف دارین و چقدر از لحاظ عایدات برای شما خوب شده، یعنی مسئلهش خوب بوده؟ طبعا وقتی که موضوع آنلاین یاد میشه، یعنی نت بعد از 20 جی بی اینترنت برنامه زوم نمیشد و یه احساس مجبور بودیم که باید وای فای میگرفتیم و وای فای از خود مصارف همچنان داشت. نه تنها که شاگردایی که در افغانستان هستن اینجا رو تجهیز میکردیم، اونا رو تجهیز میکردیم، البته ماه 2000 افغانی به خاطر فعال کردن اینترنت ما در وای فای میپردازیم. دو ماه نخست چون شاگرد نبود اعلانات میکردیم، دو صنف داشتیم، اوقدر به ما از لحاظ اقتصادی کمک نکرد. بعدا این که یکم موضوع آنلاین ما پیشرفت کرد و شاگردای زیادی کردیم، البته شاگردای بدون از اینکه در داخل مرز افغانستان یعنی داخلی درس میدادیم، خارجی همچنان ما پیدا کردیم. به اساس بعد از اون صنف آنلاین به ما عاید بیشتر و از لحاظ اقتصادی به ما کمک بیشتر کرد. دهی بخش که شما تدریس میکنین دیگه کسی هست که شما رو یاری برسونی یا خودتون به تنهایی؟ خب در بخش تدریس آنلاین طبعا به تنهایی خود نمیشه، برادر کوچکم اونا به امرای ما یاری و همکاری میکنن، هم در کورس و در بخش صنف آنلاین. اینا همچنان در بخش ریاضیات هم صنف دارن که در داخل کشور شاگردای دارن و هم شاگردای دارن که در خارج از کشور هستن. در بخش کامپیوتر همچنان فنون مهارت های بسیار عالی دارن. خوشبختانه برادران یاری و همکاری امرای ما مینمایند. شما از هر شاگردتون چند فیس میگیرین؟ فیس نظر به سیستم هست، سیستم صفری هست از دو صفحه وانی، البته در بخش انگلیسی صفری که ناغاز نکنن به نام بیگنر یاد میشه، دو صفحه وانی فیسش هست و صنفای بالایی که یعنی فیس بیشتر دارن، البته در حضوری نه در آنلاین، صنفای اسپیشال هست که 4-5000 افغانی همچنان اینا فیس میدن و عاید زیاد در بخش اقتصادی که به ما کمک میکنه صنفای آنلاین است. صنفای آنلاین مشکل زیاده دارن، به این خاطر یک کمک مشکل است و یه اساس فیسش همچنان یک کمک زیادتر است و در بخش آنلاین 4000-5000 ما صنف داریم. در مجموع ماهانه چقدر مصارف دارین و چقدر عاید دارین؟ زمانی که از نهاد آموزشی یاد میشن منفعت و پول که ما زیادتر وقتی جمع آوری میکنیم در فصل زمستان هست، چون فصل زمستان تمام مکاتب رخصت است، تمامگی رو میرن به طرف کورسا، آید ما در اون وقت زیادتر میشه، یلا 1,20,000 و 1,00,000 افغانی هم میباشد و در کل مصارف ما یعنی کرایه بخش جایی که تدریس میکنیم، کرایه اونجا معاشان استادان است، مصارف روزانه مثلا بعضی استادا هستن در تمام روز اینجا همراه ما میباشن، صبحانه شون و نان و چاشون سر میباشن، اوسط اگر بگیریم 70-80,000 افغانی ماهانه عاید می داشته باشه. اما مشکلات اقتصادی که شما داشتین با ایجاد این کورس و با ایجاد صنف آنلاین رفع شده؟ قبلا مشکلات اقتصادی زیاد داشتیم چون پدر نمیتونست، ما 4 برادر بودیم، در مکاتب شخصی کورس ها می رفتیم، مصارف زیاد داشتیم. با ایجاد این کورس تا یک حد متوانستم بازی با پدرم شوم، نه تنهایی که رفع مشکلات شخصی خود حل کنم، با خانواده همچنان توانستم که یک دستیابی کنم در مصارف خانه. کامپیوتر، راجع به کوچکترین استاد معلومات پیدا کردی؟ بله، این عکسش است. اوه، این خویق خرد است که پشت میز هیچ معلوم نمیشه. و ای تو که در عکس معلوم میشه، سر چوکی استاد شده و درس میده. این طفل کوچک در یکی از پوهنتونهای کشور اوکراین مضمون تاریخ را تدریس میکند و نامش در کتاب گینس یا عجایب جهان ثبت شده. خب، این استاد چند ساله است؟ 9 ساله است. با گفته مادرش در 3 سالگی پس سخن گفتن و نوشتن شروع کرد. ای دیگه با استعداد نی بلکه نابغه است، نابغه. شنونده عزیز، مصاحبه استاد قیس را شنیدین. به باور بسیاری ها هر کسب و کار به وقت و تلاش نیاز داره. مگر بعضی ها استعداد را دارند که یک مهارت را در وقت بسیار کم یاد بگیرند و با استفاده از او زندگی و اقتصادشون را بهتر بسازند. ای که چیکونه بازم در گفت و شنود همکارو میشنویم. شنونده های برنامه طلا در خاک، ما به خانه کسی آمدیم که این خانم بالای بوجی بعضی از دخترهای افغانی را انجام می دهد. این که چگونه و چقدر این کارش در رفع مشکلات اقتصادیش مؤثر تمام شده از خودش می شنویم. اما در ابتدا از اینا می خواهیم که خودش را معرفی کند و بگوید که چرا این کار را آغاز کرد. نام از حمیده تجملزی. اولی که باعث شد که من این کار شروع کنم این بود که شوهر ما مریضی داره و امسال مشکلات اقتصادی بود اصلا که من نتانستم دوای زرین به وقتش بگیرم و این باعث شد که من این دوخته شروع کنم بالای بوجی. من فکر میکنم این دوخته افغانی است که بالای تکه های مختلف میشه. چرا بوجی رو انتخاب کرد؟ چون در اول من مشکلات اقتصادی داشتم، یعنی قبول نداشتم که من از این تکه که حالا من میگیرم از او بخرم، یعنی پول قیمت از او رو نداشتم. من این دوخته بالای بوجی شروع کردم.
وقتی که بالای می بودجی دختر شروع کردی، با کدام مشکلات روبرو شدی؟ چون بودجی بر من اقتصادی تمام می شد، بودجی در خانه بود، تارم ما داشتم در خانه، بر من اول مشکلات بود، مشکلات اقتصادی داشتم. برتان گفتم که این زمستان که گذشت شوهر او هم بیکار بود، من خودم معلم هستم، امسال زمستان چون مکتب نبود من در خانه بودم، بیکار بودم و این باعث شد که من کار دستی خود شروع. وقتی که این دختر شروع کردی اولین بار، چی گونه توانستی که به ای دختت یا به ای دست دوزیت مشتری پیدا کنی؟ بار اول که من ای دختر کردم، دوست دارم نمونه ازیرا اول خوب دخترکم پیران دختم، بازور دوستایم کلید خوش کردن و همچنان من دوست نمونه ازیرا به بازار بردم و به دکاندارا نشان دادم. چقدر بر تمام شد؟ پول اولین دخت ما یک یخن از پیش ما، یک یخن و یک دانستین از پیش ما 200 افغانی گرفت. ما تا جایی که در بازار دیدیم و گندای افغانی را قیمت کردیم تا و قیمت های بسیار بلندی مشتری های خود مفروش دکاندارا، پس به تو چرا قدر قیمت کم گفت؟ بر ما دلیلش گفت که ایچون دخت نو است و تو بالای بوجی کردی و همچنان ما چون بلد نبودم، من نو رفته بودم در بازار، بر ما گفت که این دخت ما به 200-250 از پیشت میگیری. زمانی که به این دخت آغاز کردی، در ابتدا با کدام مشکلات روبرو شدی؟ مشکل بزرگ من مریضی شوهرم بود که در زمستان گذشته، چون مریضی شکر داره و وقتی که شکرش هم که زیاد بلند بره و هم که زیاد پایین باشه سر شمله می، نموت یک شب زمستان بود که سرش حمله آمد و زوف کرد. وقتی که ما رو به نزدیکترین کلینیک بردم، یعنی پول امو نخصی دوای زور نداشتم، ما بسیار امرای مشکل بزرگ رو برای شده بودم، یعنی در اون وقت ما باید دوای مکمل زور میگرفتم. کمی مشکلات باعث شد که ما به این کار رو آوردم، این کار شروع. این دخته که شما میکنه چقدر وقت در بر میگیره و در یک ماه شما از این دخت چقدر فایده میکنه؟ ما بعد از اینکه دکاندار برام قیمت پایین گفت، ما بعد تصمیم گرفتم که این دخت خود در بین به همکارای خود و همچنان به خیش قوم خود نشان دادم و از اون طریق قیمت بهتر از طریق برام میاد. حال ما در یک ماه تخمین بر شما بزنم، دو دانه دخترک ما امرای همکاری میکنند در دختن، در یک ماه ما تقریبا 7-8 یخن میدوزم و 5-5.5 هزار آید دارم. حال میشه بگویی که آید قبلیتان چقدر بود و فعلا با این کار و دخت که شما میکنه از لحاظ اقتصادی آیدتان چقدر است؟ قبلا ماش معلمین بود که 4-4.5 هزار بود، یعنی مشکلاتم حل نمیشد. حال با این دخت متوانستیم که در پهلوی از اون همچنان از اینکه پولی به دست میارم 5-5.5 هزار است که کل جمله بر ما مشکلات ما کاملا حل شده. الحمدلله زندگی بسیار خوب شد. کمپیوتر، روی صفحه نمایشت چقدر عکس های مقبول مدل لباس افغانی را پیدا کردی؟ چی است؟ این یک نمایندگی لباس افغانی است. استعداد انسان ها دارایی است که در هر شرایط به کار می آید و سبب رشد اقتصادیشان شده می تانه. شنوندای عزیز، وقت شنیدن قصه فرار است. ای شما و ای هم قصه. حسن هستم، شهرونده مزار شریف. یک دکان دارم، با دکان بیتری فروشی. کار که پیش میبرم بیتری سازی، موتر، بیتری موتر، بیتری موتسکر. سمت کار ما تو کار است که من بیتری نوام دارم. یک مشتری، یک دلیور است میای پیش ما میگه که به خلیفه بیتری دارین. ما چون که بیتری هایشان میبینم که برای ما عاید زیاف میکنم، یک بیتری که من مصارش صفر ما است، البته نو بگویم 2000 روپه، ما میبینم که تمام 700-800 روپه میفته. ما که بیتری نو که برای مشتری خود که دادم بیتری کونهش گرفتم، با او از او بیتریش ما سعی میکنم اگر حاصل دمه داد مسارش ادراف های خانه که اقتصاد ضعیف داره، یک نفر می پیشم از ما پرسان میکنم حالا گرم بیتری مناسب با قیمت ارزان داری؟ همون بیتری که ما از موتر کشیدم برای میتم مسارش 800-700، یک 200-1.5 صد از این بیتری میمون، یک 200-300 از اون بیتری موتر که من نو انداختم از اون میمونه. و آید کار ما، آید بیتری ما در این روزگار ما در این دوکان از بسیار خوب و سپری میشه. یک موتر آمده بود، موتر 2000 داد. ما را گفت خلیفه جان این بیتری ما سعی کنید چی شده؟ ما گفتیم بیتری خراب است. او گفت ما یک تا بیتری نو بوده. بیتری که دادم دما 2500 روپا داد. ما 1000 به یکی دیگه سودا کردم. دما بسیار خاطر جالب برای ما تمام. دوستای عزیز، هر کسی ممکن به یک کاروبار روی بره او را شروع کنه. بعضی ها به اراده قویشان باعث رشد و ترقی زندگیشان میشن و از ایرا آید خوب به دست میرن.
مثل استاد قیس که با ایجاد کورس و تدریس آنلاین توانسته بود تمام مشکلاتش را حل کنه. بعضی ها هم در کسب هنر مهارت خاص داشتن و در شرایط سخت زندگی از مهارت‌هایشان استفاده کرده بودند. مانند خانم حمیدی که با استفاده از بعضی مهارت‌ها اقتصادش را رشد داده بود. دوستان خوب، برنامه را که شنیدین همکار ما غرسنه اصغری در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه کرده بود که من عبدالمطلب جواد براتون تقدیم کردم. تا هفته آینده شما را به الله بی‌نیاز می‌سپارم.